از فردا 75 جشنواره سینمایی کن کار خود را آغاز می کند. آقای جعفر پناهی، سینماگر سرشناس ایرانی که زمانی جشنواره های بین المللی و از جمله جشنواره کن یک صندلی خالی برایش به احترام کار و راهش در صحنه گذاشته بودند، و یا آقای محمد رسولوف، او نیز چهره بین المللی و آخرین فیلم تحسین شدهش شیطان وجود ندارد، در نامه سرگشاده دستگیری همکاران خود در این روزهای آخر اعتراض کردند. آقای رسولوف حتی اجازه نیافت برای دریافت جایزه‌اش به جشنواره برلین برود. یک هفته پیش خانم مینا کشاورز و خانم فیروزه خسروانی، هر دو مستندساز، در خانهشان دستگیر شدند. در زمینه سینما این سوی مرز، یعنی در فرانسه میگوییم، ابتکار دیگری که نباید فراموش شود نمایش فیلم‌های سینمایی در روزهای یکشنبه در خیابان شانزلیزه به طور رایگان و برای مردم. اما ایران در زمینه‌های دیگر نیز خبرساز است. خبرگزاری فرانسه گفت یک نفر در موج برخاسته از تظاهرات علیه گرانی و معیشت زندگی در ایران در اندیمشق کشته شده است. در زمینه موازی آقای بوغلی، رئیس ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید هماهنگ کننده‌ای که به ایران رفته به روند و پیشرفت گفتگوها خوشبین است. از سوی دیگر یکی از مشاوران آقای ترامپ، یعنی آقای رابرت گرین‌وی، میگوید خاورمیانه دوره فاجعه باری را از تاریخ زندگیش دنبال میکند. در ارتباط با اوکراین، دو وزیر دفاع امریکا و روسیه برای اولین بار پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین با یکدیگر گفتگوی تلفنی داشتند، در حالی که امریکا با بودجه 40 میلیارد دلاری درب انبارهای اسلحه را به سمت اوکراین باز کرده، واشنگتن پست می نویسد پاره ای از نمایندگان جمهوری خواه کنگره که شمارشان ابتدا تنها 3 نفر بود، حالا از سر مخالفت به 57 نفر رسیده که مخالف اسلحه رسانی به اوکراین هستند. وضعیت نفوذ روسیه را در شرق نقشه به رنگ صورتی می‌بینید. و حالا قبل از ادامه و پیگیری خبرها، پیروزی اوکراین برای مسابقات ترانه‌خوانی اروپا به نام اوروویژن که اوکراین برنده اعلام شد، البته بیشتر دلیل آن را همدردی با مردم اوکراین تلقی کردند. در این مسابقات فرانسه در جدول رده‌بندی تنها 3 ردیف فاصله با آخرین شرکت کننده داشت. در ارتباط با اوکراین و یا روسیه، مکدونالد اعلام کرده به فعالیت‌های تجاری خود در روسیه پایان داد. 850 رستوران خود را بست. مکدونالد از 30 سال پیش در روسیه فعال و 62 هزار کارمند داشت. کار تحریم جدا از کارخانجات به نام و مشهور در همه زمینه‌ها به چشم می‌خورد، از جمله کارخانه اتومبیل سازی رنو که پایان فعالیت خود را اعلام داشت. در آن سو، پس از آنکه فنلاند و سوئد تقاضای پیوستن به پیمان ناتو را علنی کردند، روسیه صدور برق خود را به فنلاند توقیف کرد. کشور فنلاند با روسیه 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد و اگر تمام اعضای ناتو با پیوستن این دو کشور موافقند، ترکیه سر اعتراض دارد و میگوید فنلاند و سوئد میهمان خانه جدایی طلبان کرد ترکیه شدند. باید اضافه کرد ساعاتی قبل از این گفته ها با بمب دستساز به کنسولگری ترکیه در پاریس حمله شد، اما خسارات جانی به وجود نیامد. در تل‌آویو در دانشگاه این شهر فلسطینی های عرب با آوردن پرچم فلسطین به صحن دانشگاه دست به تظاهرات زدند. برای شناسایی نام نخست وزیر آینده فرانسه گمان زنی ها ادامه دارد، اگرچه هنوز هیچ رسانه‌ای چه مستقیم و چه غیر مستقیم اشاره‌ای ندارد. شاید بشود نام خانم فرانسواز پارلی را در حد گمان زنی نخست وزیر آینده فرانسه دانست. و در پایان یک خانم امریکایی
بعد از آن که از طریق دوربین مداربسته خانهش دید سارقی به داخل خانهش آمده، در شبکه‌های مجازی پیام فرستاد که آنچه را دزدیدی به دردت نخواهد خورد، در سر خانه خودم کتاب انجیل برایت گذاشتم، بیا و آن را با خودت ببر.